معاون جدید فرمانده سپاه قدس دو روز پس از اینکه به این مقام منصوب شد تهدید کرد که رژیم ایران و گروه‌های مزدور اون که جبهه مقاومت نام گرفتن در سراسر دنیا مستقر هستند و قادرن ضربات مهلکی به اسرائیل وارد کنند. این فرد که محمد رضا فلاح‌زاده نام داره، جانشین سپاهی محمد حجازی معاون پیشین فرمانده سپاه قدس که در این هفته مرگ او اعلام شد و شایعات زیادی برانگیخت. فلاح‌زاده در این تهدید جدید علیه اسرائیل از جمله گفت اسرائیل بدونه که گروه‌های مقاومت در جای جای جهان کمین کرده و در کنار مقرهای اسرائیل قرار دارن و هر لحظه شما رو به افول نزدیک می‌کنن. رژیم ایران پیشتر هم ادعا کرده بود که افراد مزدور اون در سراسر جهان پراکنده هستند و قادرن به اسرائیل ضربات سهمگینی وارد کنه. رژیم ایران همیشه به این گونه تهدیدها علیه اسرائیل روی آورده و از جمله تونسته کانون همیاری یهودیان آرژانتین رو در سال 1994 در آرژانتین منفجر کنه. از هنگام انفجار شبکه برق‌رسانی تأسیسات اتمی نتنز و هلاکت اسرارآمیز محسن فخری‌زاده و همچنین آسیب دیدن کشتی جاسوسی سپاه پاسداران در دریای سرخ، این گونه تهدیدها دوباره تکرار شده. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان اخیراً نوشته بودند که ماموران جاسوسی اسرائیل این همه در ایران فعالیت دارند و به اجرای انواع عملیات دست می‌زنند و تنها کاری که از دست سپاه پاسداران برمیاد تهدیدهای توخالی و زیاده‌گویی‌های بدون پشتوانه است. با این همه مقامات امنیتی اسرائیل همه تهدیدهای رژیم ایران و گروه‌های تروریستی وابسته به اون رو جدی می‌گیرند. در این حال گفته میشه که نه تنها در داخل اسرائیل تدابیری انجام گرفته که قدرت عملیات تروریستی را از رژیم ایران سلب کنه، بلکه در مراکز وابسته به اسرائیل در کشورهای جهان و همچنین در کانونهای متعلق به یهودیان در سراسر دنیا اقدامات احتیاطی لازم انجام گرفته. تهدیدهایی که امروز از زبان این مقام فرماندهی در سپاه قدس شنیده شد نمونه دیگری از خوی تجاوزگری و تروریستی حکومت ایرانه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سفران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، سیابازان، از همه چیز بی خبران، قوادان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و شاگرد دزدان، از دزد بزرگ تا دزد کوچیک، تا دزد سپاهی سردار سپاه، تا دزد وزیر، تا دزد وکیل، تا دزد آخوند، تا دزد امام سیاه، تا دزد امام سفید، تا دزد اکبر و رهبر با طوله هاشون. این دزدی ها دزدی اسلامی ها. این دزدی ها با اجازه الله ها. الله اجازه دزدی به اینا داده که اینها وارثان خاتم النبیین، بهشون بد نگذره. آیه نمیتونه براشون بفرسته ولی اجازه دزدی رو بهشون داده. شبا علی شیره‌ای وقتی که نعشه میشه با خدا حرف میزنه. حالا کدوم خدا؟ خدای خودشه، هر کسی یه خدا داره. به همه سفارش میکنه که مواظب باشن اسلام نو محمدی پا بر جا بمونه. چرا؟ اگر این اسلام ناب نباشه، خب اینا رو پهنم که بارشون نمیکنن که. بابت اسلام، بابت الله که اینها بر مصدر قدرت نشستن و دزدی میکنن و پیروانشون هم ببعی هستن و میگن به. به نام الله
طبقه هفتم آسمون خانم میفروشن، قاچاق میفروشن، میدزدن، مصادره میکنن، ایران میفروشن، تانکر نفت میفروشن، دزدی میکنن. از بانک ملی 27,000 میلیارد 27,000 میلیارد وام الپسنده میگیرن. این دزدی ها با اجازه اون اللهه. یه الله زیر زمین دارن اسمش امام زمونه، اون احتیاج به سهم امام داره، اونا رو میگیرن چا میکنن میریزن تو چا. همه ی آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم. اون الله زیرزمینی قرار ظهور بکنه، دو سوم مردم دنیا رو با یه شمشیر کله مال 1400 سال پیش گردن بزنه. آخونده هر روز میرن با اش صحبت میکنن تایچا، صبحونه با هم دیگه میخورن، بعد آخونده میان بیرون کاغذ امام زمان رو نشون شما میدن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، بحثی رو دیروز شروع کردیم راجع به شخصی که ایمیل برای من فرستاده بود و یه مقداری تناقضات توی حرفاش بود. بعد از اینکه برنامه تموم شد من دوباره ایمیل رو با دقت خوندم. گفتم که من چرا جواب این ایشون اونجایی که میگه که در قرآن هیچ کجا، اگر بتونم پیدا کنم، میگه در قرآن هیچ کجا زور نگفته، نگفته به زور کاری رو بکنید. بله، میگه قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته. میگه برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست، قرآن فقط بد و خوب رو گفته، گفته خودتون اختیار کنید. امیدوارم این دوست جوانسال ما یا کسی که شبیه جوانسالا می نویسه، چون بعدش یه حرفای عوضدگشی هم زده ولی اونا رو هم می خونم. من قضاوت رو ببین، قاضی من شما مردمی، قاضی من کسی نیست. هر کاری هم که می کنم یه دلیلی داره. روزی که می گفتم قرآن رو به فارسی بخونید، یه عده‌ای اومده بودن فکر میکردن من دارم تبلیغات اسلامی میکنم. مهم نیست در حال حاضر شما چی فکر بکنید، مهم اینه که در آخر کار من روسفید باشم. در قرآن در آیه های 61 و 62 سوره احزاب، 61 و 62 سوره احزاب، قرآن میگه غیر مسلمانان را بایستی ستمگرانه ترور کرد. من این آیه رو براتون میخونم. اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید. احزاب 61 و 62. خب یکی میاد بگه خب منافقو باید کشت،
منافق میدونی کیه؟ کسیه که میگه آقا جان من میخوام دین خودم رو داشته باشم. یک زرتشتی نمیتونسته بگه من دین خودم رو میخوام داشته باشم. این منافق بوده. اینو قرآن دستور کشتنش داده و این آقا پسر یا کسی که شبیه آقا پسر رو نامه مینویسه ایشون نخواسته سوره احزاب رو بخونه یا بعد گفته که خب اونا که منافق قرآن منافقا رو میتونه بکشه. سپاس از اینکه کانال چه خبر را دنبال میکنید. لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال کنید تا از تازه ترین ویدیوهای ما با خبر شوید. پاینده باشید.